حاج آقا رضا رفیع قائم مقام الملک رشت از خانواده های روحانی معروف رشت، تحصیل علوم دینی تا مرحله اجتهاد، ورود به عالم سیاست، نزدیکی با مأموران روسیه در شهر رشت، از نزدیکان و محارم سردار سپه در اوایل کار او، نماینده دوره های پنجم و ششم و هفتم و دوازدهم مجلس از گیلان، سوء ظن رضا شاه نسبت به او و سلب مصونیت در اردیبهشت 1319، تبعید و زندانی شدن تا شهریور 20، نماینده مجلس و سناتور در دوره سلطنت محمد رضا شاه و سرانجام مغضوب و مطرود شدن در زمان او. رجال بی خطر، کم خطر و چند نقطه. بلا فاصله بعد از 28 مرداد 1332 خط قرمزی در میان دو گروه از رجال سیاسی کشور کشیده شد. این خط با توجه به نقش آنها در جریان کودتا و موقع، مقام و ارتباطاتشان با دولت آنها را از هم جدا می‌کرد. روزنامه‌های انتقادی خیلی زود دانستند چه کسانی را می‌توانند با نیش قلم بیازارند بیان که از واکنش آنها هراسی داشته باشند و کدام گروه مسئولیت دارند و درباره آنها نمی‌توان سخن بجا یا نابجا گفت. از جمله رجالی که مطبوعات از آنها انتقاد می‌کردند و ما هم در مجله سپید و سیاه از او انتقاد می‌کردیم یا مورد طعن و تمسخر قرار می‌دادیم، حاج آقا رضا رفیع قائم المقام الملک، نماینده دوره‌های پنجم و ششم و هفتم و دوازدهم مجلس در زمان رضا شاه، نماینده دوره‌های 14 و 15 و 17 در فاصله سوم شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 و نماینده دوره‌های دوم و سوم مجلس سنا در زمان سلطنت محمد رضا شاه بعد از 28 مرداد 32 بود. قائم مقام الملک که رفیع محرم و مونس رضاخان از دوران سردار سپهی تا اواخر سلطنت او یعنی سال 1319 بود. او در سفر و حضر حتی در لشکرکشی های سالهای اول بعد از کودتای 1299 همواره همدم و همسفر و همنشین و همصحبت رضا شاه بود. بعد از شهریور 1320 ندیم و همدل محمد رضا شاه شد. به این ترتیب میتوان گفت بیش از 30 سال محرم آن پدر و پسر بود. با این سابقه قائم مقام الملک در نظر ما یک درباری تمام عیار بود با تمام خصوصیت هایی که از درباریان در ذهن داشتیم. شناخت من درباره رفیع همین اطلاعات مختصر بود و همچنین تبلیغات مطبوعات بعد از شهریور 1320 به ویژه نشریات حزب توده ایران که حاج آقا رفیع هم مانند بسیاری از سیاست پیشگان دوران 20 ساله در لیست سیاه آن مطبوعات و آن حزب قرار داشت. با مطالعه مقالات آن نشریات رفیع در دربار ایران نقش راسپوتین را بدون تهمت زنبارگیش در میان اطرافیان نیکولای دوم آخرین تزار روسیه ایفا می‌کرد. و ما جوانان آن دوران با حیرت به این نتیجه می رسیدیم که چگونه ممکن است فرد خوبی وابسته به دربار باشد. درست عین نوشته مونتسکیو نویسنده و فیلسوف فرانسوی در کتاب نامه‌های ایرانی وقتی که قهرمان کتاب با دیدن یک ایرانی در پاریس حیرت زده گفت چگونه می توان یک ایرانی بود. داوری ما هم در آن سالها درباره حاج آقا رضا رفیع این بود چگونه یک آدم خوب میتواند درباری باشد. روزنامه‌نگار وقتی بخواهد انتقاد کند، نیش بزند، میداند چه کار کند. حتی اگر کسی چون محرم علی خان کار کشته و کهنه کار مأمور سانسور باشد. مجله سپید و سیاه در سالهای بعد از 28 مرداد 32 یک مجله انتقادی بود و صفحاتی از آن
به انتقادهای آمیخته با طنز از اوضاع و رجال اختصاص داشت. با لحنی آمیخته به نیش و نوش از رجال مملکت، نه از همه کس، از کم آزارهایشان، و از حوادث روز، نه از همه چیز، از کم اهمیتهایشان انتقاد میکرد. و حاج آقا رضا رفیع، قائم مقام الملک رشدی، سناتور انتصابی تهران، یکی از این افراد بود که با آن اندام نحیف، صورت سگوش استخوانی و ریش کمپشت و تنک، به صورت یکی از سوژه‌های دائمی صفحات شوخی با رجال سپید و سیاه در آمده بود. تا یک جوک یا به اصطلاح آن روزگار انکتود دواج پیدا می کرد، هنوز تازگی خود را از دست نداده بود که ما قائم مقام الملک را قهرمان آن قرار می دادیم. این کار خوب یا بد هرچه بود، یک نوع عقده‌گشایی روزنامه های دربند زمان بود. شرح زندگانی قائم مقام الملک. حاج آقا رضا رفیع، معروف به قائم مقام الملک، از خانواده های روحانی سرشناس رشت بود. او پسر حاج محمد مهدی گیلانی، ملقب به بحرالعلوم، شریعت مدار رشدی بود. به همین سبب در آغاز به رضا شریعت زاده شهرت داشت. تاریخ تولد رضا سال 1267 خورشیدی بود. در آغاز به راه پدر رفت و به تحصیل علوم دینی پرداخت و تا درجه اجتهاد در این رشته پیش رفت. در آن سالها رشد در تصرف روسهای تزاری بود. رضا استعداد زیادی در آموختن زبان داشت. او علاوه بر رشتی که زبان مادریش بود، فارسی که زبان وطنش بود و عربی که زبان تحصیلیش بود، روسی را هم که زبان اشغالگران سرزمینش بود فرا گرفت. به خاطر زباندانی، واسطه بین مقامات روسیه تزاری از یک سو و مالکان و رؤسای ادارات و تجار گیلان از سوی دیگر شد، به طوری که پس از مدتی روسها او را به عنوان وابسته اقتصادی افتخاری سفارت دولت بهیه روسیه تزاری انتخاب کرد. همین وضع سبب شد که حاج رضا رفیع به سیاست علاقمند شد، کسوت روحانی را از تن بدر کرد تا لباس سیاست بپوشد. با آنکه بعد از انقلاب بلشویکی اکتبر 1917 لقبی را که روسهای تزاری به او داده بودند، روسهای شوروی از وی گرفتند، معهازا چون با فوت و فن سیاست آشنایی پیدا کرده بود، بعد از کودتای سوم هوت اسفند 1299 خود را به رضاخان سردار سپه نزدیک کرد. او چون مردی با سواد، خوش بیان و خوش محضر بود و قصه ها، خاطره ها، روایت‌های مذهبی و ملی، شعر و نثر فراوان در چنته داشت، ضمناً به خاطر داشتن ثروت خانوادگی بی‌نیاز و دارای مناعت تعبد، خیلی زود در حلقه نزدیکان سردار سپه راه پیدا کرد، به طوری که رضاخان از زمانی که وزیر جنگ و فرمانده کل قوا شد تا بعدها که به سلطنت رسید، هر زمان قصد می کرد به سفر برود، اهم از این که این سفر برای گردش، برای سرکشی به قشون یا ارتش در ایالات یا برای جنگ های داخلی بود و یا علت دیگری داشت، همراه با نزدیکترین امیران ارتش و سران کشوری قائم مقام الملک را هم با خود می برد. رضا خان در ایام فراغت از وی می‌خواست برایش قصه ها و روایت ها و خاطره های از دوران معاصر و تاریخ گذشته تعریف کند. رفیع که به تدریج با روحیه رضاخان میرپنج آشنا شده بود، کارش را فقط به سرگرم کردن او محدود نمی‌کرد. در مواردی که سردار سپه دچار مشکلات می‌شد، حتی در مواردی مانند محاصره میان سواران چندین هزار نفری سمیتخو در شهر سلماس آذربایجان که خطر مرگ حتمی سردار سپه و اطرافیانش را تهدید می‌کرد، با گفتن داستان‌های از اینجا و آنجا و از زندگانی مردان بزرگ و مشکلاتشان،
یا قصه هایی از کتاب فرج بعد از شدت او را به زندگی امیدوار می ساخت. با این راه و روش رفی چنان دل سردار سپه را به دست آورده بود که وقتی امیران نظامی درجه اول سپاه دوچار مشکل و محضور می شدند به قائم المقام الملک پناه می بردند و او را واسطه کار خود قرار می دادند. از سوی دیگر رضاخان آنقدر به این روحانی سیاست مدار شده علاقمند شده بود که به عنوان نشان دادن علاقه و نزدیکیش با او اغلب با رفی در حضور جمع به زبان گیلکی صحبت می کرد یا سر به سرش می گذاشت. قائم مقام الملک بعد از رواج کلاه پهلوی و لباس متحد و شکل در این تغییر پیش قدم شد و حتی زودتر از دیگران کلاه شاپو بر سر گذاشت و کراوات زد. او به دستور رضاخان در دوره های 5، 6، 7 و 12 از گیلان روانه مجلس شورای ملی شد، ولی تقرب او به رضا شاه تا پایان سلطنت پهلوی اول دوام نیافت. سرانجام نوبت او هم فرا رسید که مغضوب واقع شود. در نتیجه در سال 1319 زمانی که به عنوان نماینده دوره 12 روانه مجلس شده بود، در 22 اردیبهشت 1319 به دستور رضا شاه که در اثر گزارش‌هایی نسبت به او مشکوک شده بود از او سلب مسئولیت شد. چند ماهی به زندان افتاد، چند ماهی هم تبعید شد تا شهریور 1320 پیش آمد و او همچون دیگر زندانیان سیاسی از زندان رهایی یافت و بعد هم از اتهاماتی که بر او وارد شده بود تبرئه گردید تا بتواند در دوره 14 به نمایندگی مجلس انتخاب شد. محمد رضا شاه که از زمان کودکی قائم المقام الملک رفیع را در کنار پدر دیده بود و از سخنان شیرین و لطیفه های کودک پسند او لذت می برد، بعد از شهریور 20 در صدد جبران بی‌عدالتی پدر نسبت به او برآمد. او را از نزدیکان خود قرار داد و تا چندین سال رفیع همواره در سفر و حضر مونس شاه بود، تا آنکه در جریاناتی که منجر به اصلاحات ارضی و انقلاب سفید شد، در اثر انتقادهایی که قائم مقام الملک از بعضی از تصمیم‌های شاه می‌کرد، از دربار رانده شد. به مجلس سلاح هم راهش ندادند. قائم مقام الملک رفی و چای سنخت نشان. چند سال از 28 مرداد 1132 می‌گذشت. همه چیز می رفت تا در قالب و چارچوب تازه جا بگیرد. یکی از این تحولات عرضه چای به روش جدید بود. چای موضوع مهمی نیست که در میان آن همه مسائل سیاسی و تغییرات و تحولات کشوری آن را انتخاب کنم، اما این کار دلیل دارد. تا قبل از آن چایهای خارجی را در قوطی‌های مخصوص چند کیلویی وارد می کردند. خریداران دارا جعبه های بزرگ چای می خریدند. مردم ندار چای را از بقالی ها به صورت خرده فروشی و با وزن سیر خریداری می کردند. هر سیر 75 گرم. در آن زمان که هنوز سوپرمارکت در کشور ما رواج پیدا نکرده بود، کار فروش چای به وسیله بقال ها انجام می گرفت. آن هم با وسایل ابتدایی. چای را با گیروانکه در ترازو می ریختند، بعد به داخل کاغذهای روزنامه کهنه و کثیف که به صورت قیف در می آوردند سرازیر می کردند، ته قیف کاغذی را پیچ می دادند، دهانه گشاد کاغذ را تا می کردند، به خریدار می دادند. ابتدایی، غیر بهداشتی و کثیف. یک روز نمی دانم کدام چای فروش عمده به نام گرجی یا جهان یا دریانی به فکرش رسید تحولی در این کار ایجاد کند. برای نخستین بار سفارش قوطی‌های مقوایی کوچکی داد که حدود 100 تا 150 گرم چای در آن جای می‌گرفت. شش طرف قوطی‌های چای را داد با طرح‌های سنتی زینت کردند. تصویری متناسب با اسمی که برایش انتخاب کرده بود هم داد وسطش کشیدند و
رویش زرورق چسباندند. برای جلب مشتری بیشتر در هر صد یا هزار قوطی چای یک سکه طلا هم قرار داد و به طور گسترده درباره آن تبلیغ کرد، آنچنان که فقط تبلیغات بلیط‌های بخت‌آزمایی سال‌های بعد از آن فراتر می‌شد. استقبال بی‌سابقه از این ابتکار سبب شد در مدتی اندک میلیونرهایی در میان صنف چای فروشان پیدا شدند و همین باعث شد که تهران پر شد از قوطی‌های چای با نام‌های چای گلستان، چای شهرزاد، چای ترازونشان، چای یک ترازونشان، چای دو ترازونشان، چای فانوس نشان، چای یک فانوس نشان، چای دو فانوس نشان، چای کره نشان، چای دو کره نشان، چای دختر نشان، چای عقاب نشان، چای شیر نشان و حافظه من بیش از این یاری نمی کند، وگرنه به راحتی می توان نام حدود 100 نوع از این چای ها را با پسوند نشان در اینجا نوشت. در اوج رونق بازار این چایها و آگهی‌های گوناگون در مطبوعات، رادیوها، تلویزیونها، خیابانها و جاده‌های خارج شهر، هنوز آگهی روی تنه روزنامه‌ها که ادعا می‌شد باعث تصادف می‌شود رواج پیدا نکرد. یک روز کاریکاتوریست بازوق مجله یک طرح جالب کشید که در مجله چاپ کنند. طرح عبارت بود از فوتومونتاژی بسیار ظریف و زیبا از یک قوطی چای با جزئیاتی از نقوش اسلیمی در چند گوشه قوطی و در وسط آن عکسی از چهره مثلثی شکل حاج آقا رضا رفیع با محاسن سه گوش و در زیر آن با حروف درشت نوشته شده بود چای بزنشان. شوخی مطبوعات با رجال معروف کاری عادی است. در کشورهای دموکراسی مطبوعات با همه از شاه، ملکه و رئیس جمهور گرفته تا مردم عادی کوچه و بازار شوخی می کنند. اما در دیکتاتوری ها این کار فقط با مخالفان دولت یا رجال بی آزار رواج دارد. در ایران قائم مقام الملک رفیع از گروه اخیر بود. کمی به طرح خیره شدم. به ذوق کاریکاتوریست آفرین گفتم، اما دچار تردید بودم چاپ بکنم یا نکنم. شوخی کمی تند بود، آن هم با رجلی سال خورده. ترانجام لبخندی که از دیدن این کاریکاتور بر لبان خواننده های مجله نقش می‌بست مرا وسوسه کرد. تر را تایید کردم و همکاران نشان دادم، آنها هم پسندیدند. گفتم در صفحه 3 مجله در قسمت اخبار مجله چاپ شود و چاپ شد. اگرچه دیگر خیلی دیر شده، تقریبا حدود 40 سال، ولی اعتراف می کنم از اینکه مردی مسن و صاحب عنوان را سوژه کاریکاتوری به این شکل قرار داده بودم کمی احساس عذاب وجدان کردم. اما هرچه بود من یک روزنامه نویس بودم که زیر فشار و تهدید سانسور مجبور می شدم از چاپ صدها موضوع جالب منصرف شدم. در نتیجه مجله روز به روز بیحالتر و بیرمختر می شد. در این حال چون این کاریکاتوری به مجله روح و نشاط می بخشید. از این گذشته با رفیع هیچ گونه رابطه دوستانه نداشتم. حتی یک بار هم با او همکلام نشده بودم که باعث شود رعایت حال او را بکنم. محیط کار و زندگی او مجلس سنا و دربار بود. محل رفت و آمد من محیط روزنامه و چاپخانه. مجله در روز معین منتشر شد. ساعت حدود 10 صبح بود که دیدم عباس خلیلی مدیر روزنامه اقدام نفس زنان وارد دفتر کار من شد. هنوز سلام علیکی بین ما رد و بدل نشده بود که گفت بهزادی جان این چه کاری بود کردی؟ قائم مقام الملک رفیع پیرمرد با شخصیت و محترمی است. امروز صبح منزل او بودم. سپید و سیاه را برایش آوردند. وقتی چشمش به کاریکاتوری که از او کشیدی افتاد احساس کردم ناراحت شد. امروز در خانه او بار عام است. خیلی ها به دیدن او می روند. بیشترشان کسانی هستند که برای تقاضای کمک، برای تظلم از دستگاه ها و برای رفع مشکلات خود به او مراجعه می کنند. حتما موضوع این کاریکاتور هم مطرح می شود. او از این کار تو سخت ناراحت خواهد شد. خانهش
در یکی از کوچه‌های لاله‌زار است. به دفتر مجله نزدیک است. بیا با هم به آنجا برویم. کاری کن که از دل پیرمرد بیرون بیاییم. با وجود احترامی که برای عباس خلیلی به عنوان پیشکسوت حرفه‌ام قائل بودم، گفتم ممکن نیست به دیدن او بروم. آن هم بعد از چاپ این کاریکاتور. تازه من چه بروم چه نروم، چه عذر بخواهم چه عذر نخواهم، تأثیری در اصل مسئله نمی کند. کاریست شده، تیریست که از کمان رها شده. صبر کنید تا هفته دیگر شاید چاره‌ای بیندیشم و به نوعی آن را جبران بکنم. خلیلی وقتی دید اصرارش برای رفتن به خانه رفیع در من اثر ندارد، گفت پس یک تلفن بکن تا از او دلجویی شود. از این کار هم امتناع کردم، اما خلیلی چنان تحت تأثیر قرار گرفته بود که بدون توافق و تأیید من شماره تلفن رفیع را گرفت. من هنوز برای صحبت یا دلجویی جمله پیدا نکرده بودم که شنیدم میگوید حاج آقا سلام، من خلیلی هستم، آمدم نزد آقای دکتر بهزادی مدیر مجله سفید و سیاه، گوشی خدمتتان باشد، میخواهند با شما صحبت کنند، و گوشی را به دستم دید. من هم بی اختیار آن را به گوشم چسباندم. هنوز کلامی از دهانم خارج نشده بود و به قول خلیلی عذر گناه نخواسته بودم که صدای گرم و لرزان پیرمرد با لهجه غلیظ گیلکی به گوشم رسید. سلام به روی ماه دکتر بهزادی، همشهری عزیز، مدیر مجله وزین و خواندنی و سودمند سپید و سیاه و کلی تعریف و تمجید دیگر. من در انتظار گله و شکایت بودم، اما سناتور سرد و گرم روزگار چشیده آنقدر مهربانی و فروتنی کرد که گویی این وظیفه اوست که از من پوزش بخواهد، که محبت کردم و مونتاژ تصویرش را به صورت یک دام اهلی در مجله چاپ کردم. در آخر لحن کلامش باز هم محبت آمیزتر شد. جناب دکتر، شما جوانید اما من پیر شدم. زیر و بم دنیا را زیاد دیدم، فوش ها خوردم، ناسزاها شنیدم، زندان ها رفتم، تبعید ها شدم. باور کنید راست میگویم، این شوخی ظریف شما مرا ناراحت نکرد. حتی تصمیم داشتم تلفن کنم و به ذوق شما و همکارانتان آفرین بگویم. اگر هم تأثری بود، شنیدن صدای گرم و مهربان شما آن را از خاطرم برد. از قول من به پدر گرامیتان جناب غلام حسین خان فخام بهزادی سلام گرم مرا برسانید. من و پدرت و سرتیپ صفاری از دوستان قدیمی بودیم. خداوند یار و نگهبانت باشد. یا جوان، گاهی به من پیرمرد سر بزن. به امید دیدار، خداوند یار و نگهدارت باشد. مکالمه تمام شد. گوشی را گذاشتم. خلیلی پرسید خب چه شد؟ مانند مرد شکست خورده‌ای گفتم قائم مقام الملک از من عذرخواهی کرد. خلیلی از سخن من به هیجان آمد. او هر وقت به هیجان می آمد، ته لهجه عربیش که یادگار اقامت دوران کودکی و تحصیلش در عراق بود آشکارتر می شد. با همان لهجه گفت نگفتم قائم مقام الملک مرد خوبی است؟ تو را به خدا دیگر پیر مرد را نرنجان. او مثل سایر رجال ما نیست، کارش خدمت به مردم محروم و تیره روز است. از صبح تا شب به این اداره و آن اداره می رود تا برای مردم ستم کشیده کار انجام دهد. اواخر دهه 30 بود. من سخت سرگرم کار روزنامه نگاری بودم، با هزاران امید برای آینده. وقت نداشتم تحقیق کنم قائم مقام الملک رفیع واقعاً مرد خدمتگزار و یار و یاور مردم درمانده است، یا چون سناتورهای دیگر در اندیشه حفظ مقام و گردآوری مال و منال. دهه 30 به پایان رسید. دهه 40 آمد و رفت. قائم مقام الملک رفیع هم در آن دهه رفت. دهه 50 تحول عظیمی با خود آورد و آن انقلاب عظیم و تحولات ناشی از آن بود. دهه 60 هم با جنگ خونین و تحمیلی عراق به پایان رسید. چه کسی در آن حال و احوال مردی به نام رضا رفیع را به خاطر می آورد؟ در نیمه سال 1367
بعد از گذشت آن همه ماه و سال یک ماجرا سبب شد به یاد حاج آقا رضا رفیع قائم مقام الملک بیفتم. جریان از این قرار بود. بعد از انتشار قسمت اول کتاب شبه خاطرات، عده‌ای از دوستان ایام گذشته که گذر زمان باعث فراموشی نام من از خاطرشان شده بود به یاد آوردند که هنوز زنده هستم، که از وطن مهاجرت نکردم و هنوز میتوانم قلم در دست بگیرم. عده‌ای هم پس از خواندن کتاب با من آشنایی پیدا کردند. اظهار محبت‌ها، تلفن‌ها، نامه‌ها و دیدارها شروع شد. از ارتباط مجدد با دوستان قدیمی و ایجاد دوستی با آشنایان تازه خوشحال شدم. احساس می‌کردم سخن دلنشین سعدی پس از 800 سال هنوز لطف خود را حفظ کرده. دیدار یار غایب دانی چه لطف دارد، چون ابر در بیابان بر تشنه‌ای ببارد. از جمله یاران غایب که بعد از 18 سال پدیدار شدند و با ظهور خود شادمانم کردند، احمد نفیسی شهردار پیشین تهران بود. جای آن دارد که درباره نفیسی فصلی جداگانه بنویسم. با چند صد نمیتوان از عهده شرح کارها و ماجراهای زندگی او برآمد، اما اینجا سخن از قائم مقام الملک در میان است. ناچار از نفیسی به صورتی گذرا یاد میکنم. وقتی مرا دید گفت: تو ایران بودی من نمیدانستم؟ و من در پاسخ گفتم: تو هم ایران بودی من نمیدانستم؟ دو دوست قدیمی مدت 18 سال در فاصله چند کیلومتری یکدیگر در یک شهر زندگی میکردند و از حال هم خبر نداشتند. عجیب نیست؟ پاسخ را بخواهید میگویم نه، این اقتضای زمانه است. این اقتضای زمانه ماست. احمد نفیسی شهردار پیشین تهران مردی ادیب، فاضل، نویسنده و شاعر بود. از اینها گذشته سیاست پیشه‌ای با صداقت، با صراحت، با شهامت، پرکار و درستکار بود. قدرت داشت بیان که ستمگر و مردم آزار باشد. در رکگویی شاه و خادم نمی شناخت. در زمانه حوادث خونین 15 خرداد 1342 شهردار تهران بود. روزی شاه او را خواست تا درباره خسارت‌هایی که در اثر حوادث آن روزها به شهر وارد شده بود سوال کند. پرسید: نفیسی، شنیدم دشمنان خسارت فراوانی به شهر وارد کردند. احمد نفیسی پاسخ داد: بله قربان، ولی نه به آن اندازه که دوستان به شهر لطمه زدند. شاه قیافه پرسشگرانه به خود گرفت. نفیسی پرسش بی کلام شاه را با این سخنان پاسخ گفت: اگر اعلیحضرت قدم رنجه کنند، به تماشای خیابان‌های شهر بروند، ملاحظه خواهند فرمود که تانک‌های سنگین چه خسارت‌هایی به آسفالت‌های شهر وارد کردند. گلوله‌های مسلسل‌های سنگین و سبک هم چه اثرهایی در بناها به جای گذاشتند. شاه ظاهراً پاسخی نداد، اما این صراحت را در خاطرش به پرونده‌های احمد نفیسی اضافه کرد. با انباشته شدن این خاطره‌ها چندی نگذشت، احمد نفیسی که در آن ایام مرد دوم کشور شده بود، در میان حیرت همه مردم بازداشت شد و 3.5 سال در زندان گذراند. شرح آن بگذار تا وقت دیگر. یافتن احمد نفیسی پس از 18 سال برای من غنیمت بود. او به سپید و سیاه علاقه داشت. من به او علاقمند بودم به خاطر محاسنی که داشت. قبل از زندانی شدن، در دوران زندانی بودن و بعد از خاتمه زندانی شدن، گاه گاه برایم مقاله می نوشت، شعر می سرود و خاطره هایی می گفت که در سپید و سیاه چاپ می کردم. اکنون که من سرگرم نوشتن خاطراتی از دوران گذشته بودم، می خواستم هم درباره زندگانی سیاسی خودش و ماجراهایی که بر او گذشته پرسجو کنم و هم گوشه هایی از زندگانی سایر شخصیت‌های زمانه را از دهان او بشنوم. من با کنجکاوی از او سوال می‌کردم، او بی‌دریغ به من پاسخ می‌گفت. از قضا یک روز سخن از قائم مقام الملک رفیع پیش آمد. من هنوز درباره رفیع داوری کاملی نداشتم. حتی سخنان عباس خلیلی در آن سال‌های گذشته مرا به طور کامل قانع نکرده بود که قائم مقام الملک مرد خوش‌قلب و نیکوکاری بود. از نفیسی پرسیدم: قائم مقام الملک رفیع را می شناختی؟ پاسخ داد: خیلی خوب
و بسیار هم خوب. رشته سخن به درازا کشید. شرح مفصلی درباره او بیان کرد. با آنکه می دانستم نفیسی سرگرم نوشتن خاطرات سیاسی خودش است، چنان تحت تأثیر سخنان او قرار گرفتم که نتوانستم امانت داری کنم. آنچه از این پس می خوانید قسمتی از سخنان اوست. اگر روزی خواست در خاطرات خودش از اینها یاد کند، ارزانی او باد که گفته خود اوست. فقط فداکاری کردم و از میان گفته‌های مفصل و شیرین او تنها یک قسمت کوتاه را که مرا تحت تأثیر قرار داد می‌نویسم. احمد نفیسی چنین گفت: بعد از مدتی که به عنوان معاون شهرداری تهران خدمت می‌کردم، از روز پنجم خرداد 1342 به عنوان شهردار تهران انتخاب شدم. از آغاز کار سیل ارباب رجوع به اتاق من سرازیر شد. رجال مملکت، مشاهیر شهر، حتی افراد ناشناس به دیدارم می آمدند. بهانه تبریک و تهنیت بود. حقیقت انجام توقعات گوناگون. یکی می خواست خیابان مقابل خانهش پهن شود. دیگری می گفت شایع شده قصد دارید خیابان جلوی خانه و باغ مرا وسیع کنید. این باعث شلوغ شدن کوچه و محل و موجب سلب آسایش ما می شود. بهتر است از این کار صرف نظر کنید. یکی می خواست تیرهای چراغهای کوچه را طوری تنظیم کنم که درست بالای در خانه او نصب شود. دیگری برعکس مایل بود جلوی خانهش چراغ وصل نشود تا مردم متوجه رفت و آمدهای خانهش نشود. یکی می خواست شهرداری خانهش را در طرح قرار دهد و بخرد، البته به قیمت خوب. دیگری مایل بود شهرداری خانهش را که از مدتها در طرح بود و قرار بود بخرد، از طرح خارج کند و خریداری نکند. یکی می خواست کوچهش آسفالت شود، دیگری سنگ فرش‌های چارگوش قدیمی را ترجیح می‌داد. از این توصیه‌ها هر روز می‌شد ده‌ها و صدها و همه به خاطر منافع شخصی. از جمله کسانی که در آن روزها برای توصیه به من مراجعه کردند، یکی هم حاج آقا رضا رفیع قائم مقام الملک سناتور انتصابی تهران بود. همین فردی که درباره خصوصیاتش از من می‌پرسید. اما وضع او با دیگران تفاوت داشت. آنها همه برای کارهای شخصی و منافع خصوصی به من مراجعه می کردند، اما این شخص همیشه دنبال کار مردم و در صدد رفع مشکلات دیگران بود. گاهی که می دید من عازم سرکشی به نقاط مختلف شهر هستم، سوار اتومبیل من می شد و از من می خواست کمی راهم را دور کنم. من را به جنوب شهر می برد، داخل یک کوچه تنگ و کثیف می شد و می گفت ببین این کوچه در تمام ماهای زمستان پر از گل و لای است. پای پیرزنها و پیرمردها تا زانو در گل می رود. گاهی زخم می شود، گاهی هم می شکند. اگر بودجه‌ای برای این کار داری، این چند متر را خاطر من و این مردم تیره‌بخت آسفالت کن. ثواب داره. من میپذیرفتم و میگفتم یکی از برنامه‌های اساسی من آسفالت کوچه و خیابان‌های جنوب شهر است و این کار را هم کردم. روزی دیگر مرا به محله‌ای در حومه شهر می‌برد. نگاه کن این محله پرجمعیت با این همه بچه و بزرگ آب آشامیدنی ندارد. مردم از فاضلابی که از اینجا می‌گذرد استفاده می‌کنند. همه بیمار و رنجورند. اگر توانستی کار لوله کشی اینجا را جلو بیاندازی، به اینها خدمت کرده ایم. می دانستم خانه رفی در لاله‌زار لوله کشی آب ندارد. هر وقت به او پیشنهاد می کردم برایش لوله بکشم مخالفت می کرد. می گفت اینها واجب تر از من هستند. هنوز از کوچه ما قناتی می گذرد و کار ما با آن می گذرد. گاهی هم مرا به خانه فقیرترین مردم این شهر، همانهایی که ما در نطق‌های من آنها را شهروندان عزیز خطاب می کردیم می بود. برایشان تقاضای کمی برنج یا یک من خاک زغال می کرد و یا تشک و لحاف پارهی می خواست. مدتی گذشت. به این نتیجه رسیدم که رفی از من هیچ چیز برای خودش نمی خواهد، اما همه چیز را برای دیگران می خواهد. منت من و امثال مرا به جان می خرد تا درد بندان را کم کند. کم کم
رابطه من با او به آنجا کشید که ناخواسته گاهی خودم به خانه اش در همان کوچه لاله‌زار می‌رفتم و او را سوار اتومبیل می‌کردم. می‌گفتم: حاج آقا، دستور بده از کدام طرف بیام تا کاری برای بینوایانت انجام بدم. می‌خندید. با لهجه غلیظ گیلانی می‌گفت: به هر طرف که دلت می‌خواهد برو، چون به هر طرف که روی آسمان همین رنگ است. همه جا پر از بینوا و دردمند است. با شناخت بیشتری که از او پیدا کردم، دانستم در خانه این سناتور همواره به روی بینوایان و درماندگان باز است و او از صبح تا شام برای انجام کار مردم ستم دیده، عازم شهربانی، دادگستری، وزارت کشور، اداره ثبت، اداره دارایی و می شود تا خاری از پایی خارج کند. از حق نگذرید. در آن ایام بیشتر رجال هم که می دانستند قائم مقام الملک ندیم همدم و همراز شاه است، تقاضاهایشان را، یعنی تقاضاهای مردم را، تا حد امکان انجام می دادند. از احمد نفیسی پرسیدم: تا آنجا که شنیدم قائم مقام الملک خوش محضر و خوش صحبت بود، پر حافظه بود، جهان دیده بود، چند تاش پر از خاطره های شیرین بود، چه پیش آمد که مغضوب شد، مطرود شد، از دربار رانده شد، به مجلس سنا هم دیگر راهش ندادند؟ نفیسی گفت: بعد از 28 مرداد 1332 شاه تصمیم گرفت رجال قدیمی را به تدریج کنار بگذارد، هر یک را به بهانه‌ای. عیب بزرگ این رجال آن بود که بعضی دوستان پدرش و برخی رؤسای پدرش بودند و قبل از او بارها وزیر و نخست وزیر شده بودند. اگر برخی عیوبی داشتند، عده‌ای صاحب شخصیت بودند، به خود حق می دادند به خاطر مصالح کشور یا دست کم برای منافع شاه به او پند بدهند، از بعضی کارهای او انتقاد کنند. به عنوان نمونه، پس از 28 مرداد و دولتهای سپهبد زاهدی و علا و دکتر اقبال، به سبب حوادثی که روی داده بود، عده‌ای از شیوخ قوم احساس خطر کردند. جلسات مشورتی تشکیل دادند، تصمیم گرفتند به دیدار شاه بروند، از او بخواهند در روش مملکتداری خود تجدید نظر کند، اشخاص فاسد را طرد کند، افراد خادم را به خدمت بگمارد. از جمله این شیوخ نام حسین علا وزیر دربار، عبدالله انتظام رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و ارتشبد عبدالله هدایت رئیس ستاد را به خاطر دارد. در آن زمان سپهبد مرتضی یزدان‌پناه به عنوان رئیس بازرسی شاهنشاهی انتخاب شده بود تا تحقیقات وسیعی را درباره فساد و نابسامانی ادارات انجام دهد. چه کسی بهتر از او که پادرمیانی کند؟ از شاه وقت ملاقاتی برای این جمع خواهد و خودش هم که ادعای فداکاری نسبت به شاه و عشق به وطن دارد، با آنها همگام و هم کلام شود. یزدان‌پناه مأموریت خود را انجام داد. از شاه برای آن چند تن وقت ملاقات خواست، اما قدم را از حد مأموریت خود فراتر گذاشت. علت ملاقات آنها را هم به شاه گفت. شاه از گستاخی این عده خشمگین شد. گفت: حالا کار اینها به جایی رسیده که می‌خواهند به من نصیحت کنند؟ روز بعد حسین علا پس از یک عمر وفاداری به شاه و پدر شاه از وزارت دربار معزول شد. ارتشبد عبدالله هدایت، نظامی وطن دوست، با سواد و با شخصیت، از ریاست ستاد برکنار شد. اما عبدالله انتظام، یک روز شاه او را احضار کرد. گفت: درویشی کم بود، در امور مملکت هم دخالت می‌کنی؟ انتظام دانست که باید یکی از دو راه را انتخاب کند: اقامت در طبقه 15 شرکت ملی نفت یا اطاعت کورکورانه و بدون اقامت در طبقه 15 شرکت ملی نفت با اطاعت کورکورانه و بدون حق دخالت در کارهای مملکت، یا گوشه گیری در خانقاه درویشی. عبدالله انتظام دومی را انتخاب کرد. و اما درباره قائم مقام نفیسی چنین گفت:
قائم مقام الملک هم یکی از آن رانده شدگان بود. او هم در حضور به خود شاه درباره اشتباهات پدرش سخنانی گفته بود، هم درباره بعضی از کارهای خود او انتقادهایی کرده بود که شاه را خوش نیامده بود، او را از خود رانده بود. وقتی دیدم همه او را ترک کردند، من برخلاف آنها رفتار کردم. بیشتر از گذشته به دیدارش می رفتم، اما هر بار که به خانهش می رفتم می گفت: پسر جان، به خانه من نیا، من مغضوب شدم، من مطرود شدم، ارتباط تو با من برایت گران تمام خواهد شد. من به همه تقاضاهای او گوش می کردم جز این یکی. چندی گذشت. یک روز قائم مقام به من زنگ زد: فردا جشن درختکاری است، می دانم قرار است خیلی مختصر برگزار شود و فقط عده کمی دعوت دارند، اما من می خواهم هر طور هست مرا به این مراسم دعوت کنید. با آنکه قرار بود مراسم کوتاه و مختصر برگزار شود و عده بسیار کمی دعوت شوند، حرفش را پذیرفتم. گفتم: فردا صبح خودم به خانه شما می آیم، به اتفاق به پارک سایی می رویم. میزبان مراسم من بودم، کسی نمی توانست مانع ورود مهمان من شود. روز بعد به خانه قائم مقام رفتم. ضعف و ناتوانی او را از همیشه شکسته تر نشان می داد. در اتومبیل به من گفت: این که از تو خواستم مرا به این مراسم دعوت کنی، برای آن است وصیتی دارم که می خواهم به شاه بگویی. پسر جان، مدتی است آرزو می کنم قبل از محرم امسال بمیرم. ماه محرم نزدیک است. هر سال در محرم عده‌ای از مردم از گیلان و افرادی از خود تهران به منزل من می آیند و من که می دانم محتاجند، با آنها برنج و آذوقه می دهم. اما امسال چیزی ندارم که ببخشم. آرزو می کنم خدا مرا مرگ بدهد و چشمم به دستهای خالی این اشخاص نیفتد. این که از تو خواستم مرا برای مراسم دعوت کنی، برای این است که می خواهم بعضی حرفها به شاه بگویم. به محل مراسم رسیدیم. امیر اسدالله علم نخست وزیر بود. از دیدن قائم مقام رو ترش کرد. دیگران هم از او دوری کردند. شاه آمد. برنامه همانطور که خواسته شده بود خیلی زود شروع شد و خیلی سریع به پایان رسید. درست در لحظه‌ای که شاه اظهار تمایل کرد از اتاق گرافیک‌ها بازدید کند، قائم مقام جلو رفت و با دست‌های لاغر و استخوانی‌اش دست شاه را گرفت. او را نگه داشت. با صدا و لحظه مخصوصش گفت: پسر جان، صبر کن، با تو حرفی دارم. شاه بی اختیار ایستاد. با بی اعتنایی به قائم مقام نگاه کرد. رفیع گفت: یادت می آید چند سال قبل با هم به مکه رفته بودیم؟ وقتی عده ای را که زیر ناودان طلا جمع شدند، از من پرسیدی اینها چرا اینجا ایستادند؟ من به تو گفتم مردم نیت می کنند، از خداوند می خواهند آرزویشان را برآورده سازند. اگر نیتشان پاک باشد، خداوند نیت آنها را قبول می کند. به تو گفتم تو هم نیت کن که به مردم خدمت بکنی. تو زیر لب سخنانی گفتی، اما اکنون می بینم همه چیز را فراموش کردی. یک مشت افراد بی شخصیت را به جان و مال مردم مسلط کردی. آنها با پرونده سازی برای مخالفان زندگی آنان را به خطر می اندازند، اموال مالکان را می گیرند. خب بگیرند، دیگر چرا به آنها فحش می دهند؟ من خودم یک مالک هستم، در سال فقط 100 قوطی برنج بهره مالکانه داشتم. قوطی واحد بهره مالکانه برنج و حدود 14.5 کیلوگرم. 200 قوطی دیگر هم با قرض و قوله تهیه می کردم. مقداری هم خودت می دادی، همه را به محتاجان می دادم. اینها را خودت هم خوب می دانی، اما حالا به خودم حق می دهم به تو بگویم این طرز مملکت داری نیست. من از عاقبت کار تو بیمناکم. امروز فقط برای این به اینجا آمدم که این حرفها را به تو بزنم. از خداوند آرزو می کنم که سال آخرین سال زندگانیم باشد و قبل از محرم روحم از تن ناتوان و بیمصرفم خارج شود تا شرمنده کسانی که با هزار امید به من مراجعه می کنند نشدن. سخنان قائم مقام تمام شد. شاه با خشم دستش را از پنجه لاغر و استخوانی او بیرون کشید. نگاهی از روی تحقیر به او کرد. گفت: قائم مقام، تو پیر شدی، خرفت شدی.
نفیسی ساکت شد. من هم خاموش ماندم. به یاد کاریکاتور چای بزنشان افتادم. کاش کاریکاتوریست آن را نمی کشید و کاش من آن را چاپ نمی کردم تا مردی را که خیلی دیر فهمیدم مرد نیکوکار و خوشقلبی بود نمی آزردم. نفیسی به سخنانش ادامه داد. قائم مقام از جوانی دارای این خلق و خوب بود. در آن ایام در رشت با کنسول روس و ماموران تزاری رابطه نزدیک داشت و همین علت هم میانه یا آزادی خواهان رشت با او خوب نبود. وقتی بساط تزارها فرو ریخت، کنسولگری روسیه در رشت به وسیله بلشویک‌ها اشغال شد. اوراق و اسنادی به دست مردم افتاد. یک صندوقچه پر بود از نامه‌هایی که قائم مقام الملک به کنسول روس در رشت نوشته بود. بیشتر آنها، شاید همه آنها، توصیه‌هایی بود برای آزاد کردن آزادی‌خواهان رشت، همان کسانی که یکی از گناهان قائم مقام در نظرشان ارتباط او با کنسول روس در رشت. قائم مقام الملک رفیع همچنان که خواسته بود در همان سال مرد. پیرمرد اگر در طول عمرش یک بار حرف حسابی زده بود، سخنانی بود که آن روز به شاه گفته بود.